بسم الله الرحمن الرحیم در درس 50 تجوید قرار داریم. در این درس چون بسیار خلاص درس است، یک چیز را ما میخواییم که بیان کنیم، این است که حرف را میتونه در بعضی مواقع پرحجم خوانده شوه و در بعضی مواقع نرم خوانده شوه. او حالت استثنایی وجود داره که در 5 حالات است که میتونیم انتخاب کنیم، بعد دست خود ماست که پرحجم بخوانیمش یا نرم بخوانیم، و هر کدام طریقش که بخوانیم او مشکل نداره، او فقط در 5 جای میشه. 1. در صورتی که حرف را ساکن باشه و ما قبلش حرف مکسوره باشه یا کسره داشته باشه و بعد از او حرف ما بعد از او مستعلیه و مکسوره باشه، یعنی از جمله حروف که صفت استعلا داره و کسره داشته باشه. در او حالت میتونیم که ما ایره انتخاب کنیم که پر بخوانیم و یا نرم بخوانیم. مثلا اینجا یک بخشی از آیت است که کلو فرقین، یعنی هر فرا در فرق این میتونه که هم نرم خوانده شه و هم پرحجم خوانده شه، فرق نداره. در حالت دوم در صورتی که حرف را ساکن باشه و در وقف باشه و مقابلش حرف ساکن مستعلیه باشه، و چون حرف ساکن می ما نمی فهمیم که پر خوانده شوه یا نرم خوانده شوه، ما قبلش می بینیم. هرگاه ما قبلش مکسوره باشه اونجا باز او انتخاب به خود ماست که او نرم خوانده شوه یا پرحجم خوانده شوه. تنها ای در قرآن 4 جای در اینجا استثناء قرار داشته که در لغت مصر است، که ایره میتونین که رای مصر پر بخونین یا نرم بخونین. حالت سیم در کلمه نظر است در سوره القمر، که ایره میتونین که یا نرم بخونیم یا رقیق یا نرم بخونیم یا پرحجم بخونیم، و ای به انتخاب خود ماست، هیچ مشکل نداره. ای 5 جای که است ایره استثناءات است، و تنها اینمی آیت فکیف کان عذابی و نظر، اینمی و نظر ایره حرف را دل شما که پر میخوانین یا پرحجم میخوانین یا نرم میخوانین به دست خودتان است. و در کلمه یسر در سوره الفجر و اللیل اذا یسر، ایره رای یسر شما دلتان که نرم میخوانین یا پرحجم میخوانین یم مشکل نداره. و در حالت پنجم در کلمه عصر الف سین را، عصر ای عصر عین نیست، ای عصر است، الف سین را در سوره الفجر، ایم اونمی قرون استثنایی وجود داره. در آیت 77 طه، در آیت 52 الشعرا، و در کلمه فعصر سوره هود 85، سوره الحجر و سوره الدخان در آیت 22ش، یعنی استثناءات وجود داره. اینی 5 حالات بود که ما میتوانیم که را یا نرم بخوانیم یا پرحجم بخوانیم. در حالاتی که در درس‌های گذشته خواندیم که 6 حالات بود که ما را باید پرحجم بخوانیم، و حالات هم بود که ما حرف را در وقف چیگونه بخوانیم، و در اونجا ما گفته بودیم که 2 سوره را گفتیم، که یکی سوره الکوثر و سوره دیگه سوره والعصر، که ما بر شما گفته بودیم که خودتان پرکتیس کنین. یکی از عزیزان تماس گرفتن و گفتن که والعصر امی حرف را پرخواندنش بسیار مشکل است، به خاطر از اینکه پیش از این حرف مستعلیه است، ای را بسیار مشکل میشه که ما ایره پر بخوانیم.
کدام طریق دیگه وجود داشته باشه که ما را را بتانیم نرم بخونیم. یک طریق دیگه وجود داره که ما میتانیم که حرف را را در آیت اول و آیت دوم را نرم بخونیم. اوی است که آیت اول، دوم، سوم کلش به یک ادامه دار بخونیم. اگر من مثالش بتن بگم شما خواهد فهمیدین که من چی میگم. سعی کنیم ایره میخوانم ادامه دار تا جایی که نفس و میرسه میرسه، بعد از نمیرسه پس از آیت کدام جایی که استاد میکنم از او بعدش یک اندازه پیشترش پس شروع میکنم. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. هنا ما تنستم كي راي والعصر وخسر ما يدرايشة نرم بخونیم در صورتی که ما ادامه دار بخونیمش. این درس ما در اینجا ختم شد و درس بعدی ما راجع به مدود است و انشالله مدود که خلاص کردیم دیگه بعد از باز آیسته آیسته تمرین روحانی قرآن میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.